آره آره بهش میگم. بیا بخور عزیزم. حمیت. حمیت خانم زنمو. خوش اومدین. خیلی ممنون. ایشالله مبارک باشه. ممنون. مبارک شما هم باشه. ایلماز خان زنمو. خوش اومدین. خیلی ممنون. ایشالله به سلامتی. متشکرم. سلامت باشین. خواهش میکنم. با اجازتون. با اجازه. بله ممنونم. مهمانان عزیز خوش اومدین. امروز و در اینجا به خاطر مراسم عقد این دو جوان رعنا جمع شدیم. با درخواست ازدواج این دو جوان موافقت شده. یک بار دیگه در حضور شما مهمانان گرامی و شاهدان عقد میپرسم، شما جناب آقای علی عمر نارلی حاضرید خانم سفدا سلچوک را به عقد دائمی شما در بیاورم؟ بله. عروس خانم، آیا جناب علی عمر نارلی را به همسری خود میپذیرید؟ بله. شما هم شاهد هستین؟ بله بله. من هم با مسئولیتی که از طرف شهردار ارگوب به من تفویض شده شما رو زن و شوهر اعلام میکنم. مبارک باشه. همسرم، همسر زیبا، همیشه همینطوری باش، همیشه پیشم بمون، همیشه کنارم باش. مگه بدون تو هم میتونم زنده بمونم؟ ایشالله عروسی تو پسرم، تو اولین فرصت برای تو آسین بارو میزنیم. هرچی قسمت باشه. کسی هست که دلت باش باشه پسرم؟ تبریک میگم حمیت خانم. ممنون.
مانور، تو مریض شدی؟ یکم، البته چیز مهمی نیست. دیشب یکم با برادرت حرف زدیم، احتمالاً به خاطر هیجان عروسی یادش رفته. بهت بگه فردا تو خونم منتظرتم. ما هم خونه ایم. ایگیت فردا کار نمی کنه. اگه خواستیم شما هم بیاین. عزیزم میایی بریم برقصی؟ آره. میایی بریم برقصیم؟ آخه بلد نیستم. مهم نیست، اصلا کار سختی نیست، با هم میرقصیم. یادت باشه این خط و این نشون، اینا قبل از ما ازدواج میکنن، بعدن به حرفم میرسی. این حرفو نزن، ایشالا بهار دیگه. بهار؟ میدونی طرفای ما چی میگن؟ میگن بزک نمیر بهار میاد، کمبوزه با خیار میار. میدونی که یعنی چی؟ معنی این کارا چیه؟ سلام عمو. شما اینجا چی کار میکنین؟ خانواده باید تو عروسی اعضا کنار هم باشن. شما دیگه جزو خانواده‌ام نیستین، زود از اینجا برین بیرون، زود برین. داداش، عصبانیات و دلخوری نباید تو عبد طول بکشه. اگه با هر قدمی که محمد برمیداره تردش کنی هیچ مشکلی حل نمیشه. حسن، با اینجور کارای پیشبینه نشده هم مشکلی حل نمیشه. خوش اومدین، خوش اومدین، بفرمایین تو. خوشبخت بشین. ازدواج کردن و تشکیل خانواده دادن بهترین کاریه که یه مرد میتونه انجام بده. ممنونم. تشکیل خانواده دادن این نیست که با زن داداشت ازدواج کنی. مخصوصا اگه این زندگی روی هزار دوز و کلک و کثافت کاری بنا شده باشه، به هیچ دردی نمیخوره. برای اینکه منو سرزنش کنی تو باید آدم معصومی باشی زنمون، ولی همه ما چهره کثیف تو رو میشناسیم، همه میدونیم چی کارا کردی. مهمت لطفاً، ما برای دعوا کردن اینجا نیومدیم. فکر کردیم همگی میتونیم با هم یه خانواده باشیم، برای همین اومدیم. امیدوارم بریم به جهنم. خودت بری، خودت بری. خواستیم تو این روز زیبا کنارتون باشیم. در خونه ما به روی همه تون بازه، هر کی خواست قدمش رو چشم. خیلی لطف کردی. با کمک همدیگه پسرم رو راهی قبرستون کردی، با دست خودتون. دعا میکنم جایی که بهش میگین خونه مزارتون بشه. عمه، عیبی نداره علی عمر. من به این چرت و پرتای زنمو عادت دارم. بریم عزیزم. خیلی لطف کردین. خیلی ممنون، خیلی ممنون. امشب با تو بمونیم.
چرا؟ بریم خونه، اتاقمونو حاضر کردن. ولی من میخوام امشب با تنها باشم. گفتم اینجا برات یه اتاق حاضر کنن. مامانم اینا چی میشن؟ با مراد حرف زدم، مامانت اینا رو میرسونه. باشه، پس من برم خداحافظی کنم. عزیزم، پسر کوچولو، چقدر ناز ماشالله. زفدا، کار خدا رو ببین مادر، این بچه چقدر شبیه برادرت دخترم. هم تو داری سعی میکنی نذاری بی مادر بمونه، هم به بچه تو با اون داری فراموش میکنی. اینم از لطف خداست، ببین چقدر خدا بزرگ دختر. یه چیزی میگی زنم، و همه بچه شبیه همن دیگه. پسرم، پسر خوشگلم، من امشب نمیام خونه، اذیتشون نکنی یا باشه؟ صبح زود میام میبینمت. مگه خونه نمیای؟ ما قراره امشب تو هتل بمونیم، بچه رو به تو میسپارم. خیلی ممنون که اومدی مامان. بار اول نه ازدواج تو دیدم نه خوشبختی تو. ایشالله این دفعه خوشبخت بشی دختر. خب از اینجا مستقیم میرین خونه دیگه، درسته؟ نه خیر حمید خانم، تا وقتی که از دل دخترمون در نیاری به اون خونه نمیرم. دخترم زود باش برو حاضر شو، سر راه شما را میرسونیم عزیزم. بابا جون ولی جا نمیشیم که، ما با مامان اینا میریم. از شما تا حاضر میشین من ماشین بزرگ رو بیارم. باشه پسرم برو. میرم میام. برو. خب دیگه خوشبخت بشی پسرم. خیلی ممنونم. مبارک باشه دخترم. علی عمر تبریک میگم. مبارکت باشه. ممنون. تو رو خدا ولم کن. من تا آخر عمر تو رو تاج سرم میکنم. منم تا آخر عمر عاشقت میمونم. معجزه منی. اونشو نمیدونم ولی تو زندگی منی. امروز چی کار کنیم؟ مگه نمیریم خونه؟ نه، تا شب میخوایم بریم بگردیم. میخوام پیش همه دنیا دستتو بگیرم. تو هم نمیتونی بگی نکن. از ازدواجمون لذت میبریم. من برم یه دوش بگیرم، بعدش میگم صبحونه رو بیارن توی اتاق. باشه؟ الیف، منم. صبح بخیر، حالت چطوره؟ منو ول کن، بچه چطوره؟ ما شب بر نمی گردیم خونه، شیری که دوشیدیم هم کافی نیست. خواهش میکنم خودت شیرشو بهش بده. باشه؟
سفدا زنگ زد، گفت نزدیکای شب میان. معلومه، هر کس میره دنبال زندگیش، طبیعیه. جوشونده دم کردم خانم، میخورین؟ حالتون بهتر میشه؟ نه الیف، چیزی نمیخوام. اگه یه عالمم چایی و جوشونده واسم دم کنی بازم فایده ای نداره. دل مادره دیگه، کافیه یه بار دلت خون شه، آروم آروم مثل شمع آب میشی. ببین کیه دخترم. الان میرم باز میکنم. کیه؟ منم حمیت خانم. خب بگو ببینم، دلیل اینکه این وقت صبح اینجا اومدی چی؟ بعد از این همه مدت اگر به خودم بود هیچ وقت نمی اومدم در خونت ازت چیزی بخوام. اما اولاد آدمو به چه کارایی وامی داره؟ طولش نده، برای چی اومدی؟ چیه باز قیافه گرفتی؟ با این کارا به کجا میرسی ها؟ باز دوباره روبروی هم قرار گرفتیم. سلطان به خدا سرم خیلی درد میکنه، زودتر برو سر اصل مطلب. بچه ها، بچه هامون حمیت خانم. دیشب تو و منور رو دیدم، دلتون برای هم دیگه ضعف میرفت اما نتونستیم به هم بگین چرا. اونم دختر توه، این اخلاق که با خودشم قهره و سرد مزاجه رو از تو گرفته، اما با دل رعوف باباش قاطی کرده. نگران نباش، شاید بگه نمیخوام ببینمت، نمیخوام حرف بزنم و از این حرفا، درست مثل خودته، فقط تو زبونشه. آخه مگه ممکنه ها؟ خودت بگو، نه اون میتونه از تو بگذره، نه تو میتونی اونو فراموش کنی. اولاد دیگه، هر چند سالش هم که باشه برای مادرش بچه است. من منفر رو یه دختر با وفا میدونستم و در این حال یه دختر با متانت. انقدر مغروره که اگر زهرم بخوره میگه شیرین ترین شربت رو خوردم. حالا هم که به خونه و شوهرش پای بنده، حالا که دیگه خودشو کامل به ما سپرده، وقتش پله های بینتون از بینتون برداشته بشه. حمیت خانم، ما انقدر هم بیوشتان نیستیم دیگه، دست از این غرورت بردار. دخترتو بغل کن، برو بغلش کن و همه چیزو تموم کن. میخوای چی کار کنی؟ بگو ببینم دیگه چی برات مونده؟ غیر از این دختر چی برات مونده؟ اونا فراموش میکنن، اونا فراموش میکنن حمیت خانم. جوونا زود به همه چیز عادت میکنن، عادت میکنن، بعدش هم فراموش میکنن. اما من و شما دیگه طاقت نداریم، طاقت اینجور غم و قصه ها رو نداریم. این کارا دیگه از ما گذشته حمیت خانم. به خدا این استرابا و تنهایی یا جوانیمون ازمون گرفته. نگو نگفتی. عزیزم چه بوی خوبی. غذاهامون حسابی سرخ شدن. اوه چه داغه. میدونی ترین مزیت تعطیلی چیه؟ اینکه یه دل سیر با تو باشم.
عزیزم بعد صبحونه چیکار کنیم؟ بریم یکم بگردیم؟ من میگم بمونیم خونه. آخه ما که همش تو خونه ایم. بریم بیرون، چه میدونم مثلا سینما، یا بریم رودخونه. نه بمونیم خونه. میدونم بازم میخوای تمام روز منتظر مادرت بمونی. فکر کن نمیاد، وگرنه بیشتر از این قصه میخوری. ولی عزیزم دیروز به مامانم گفتم خونه ایم، اگه یه وقت خواست بیاد خونه باشیم بهتره. بعدش هم هنوز خوب نشدم، میدونی که. باشه هر جور تو بخوای. بذار یه لقمه خوشمزه برات بگیرم. صبحونه حاضری جلال خان؟ کسی ازت صبحونه خواست؟ برام ویسکی بیار. ولی هنوز اول صبح. نشنیدی چی گفتم؟ تو به کارت برس عزیزم، من درو باز میکنم، نگران نباش. منور خون از پسرم. بفرمایید، خوش اومدی. کیه دونم؟ دخترم عزیز، تاج سرم. اول بریم زرگری که پول سرویسا رو بدیم، بعدن میریم قسطا رو با هم پرداخت میکنیم. باشه. با بقیهش هم میخوام برات یه پالتو بخرم. آخه چقدر تو مرد شریفی هستی آقا. زود باش. نه تو برو، من تماشا میکنم. نمیشه که. ولی من که شنا بلد نیستم. خودم بهت یاد میدم. ترس نداره که، با هم میریم. یالا دیگه، منم دست تو بل نمیکنم. بیا بهم اعتماد کن.
بابا چطوره؟ حالش بهتره؟ خوبه، یعنی باید خوب باشه. میدونی که با ایلماز تو خونه باغم. میبخشین مزاحم حرف زدنتون شدم، ولی اگه اجازه بدین من میرم بیرون، فردا امتحان میگیرم، باید برگه ها رو کپی کنم. البته پسرم، برو. خیلی ما رو خوشحال کردین که اومدین. در خونمون همیشه به روتون بازه، هر موقع خواستین بیاین پیشمون. ممنون پسرم، ما منتظرتونیم همیشه. عزیزم تو بیرون نیا، هوا خیلی سرده. باشه. همیشه اینطوری هوا تو داره؟ بله، هر کاری از دستش برمیاد برای خوشحالی میکنه. خب خودت چطوری؟ خوشبختی؟ این زندگی برات کافیه؟ بله کافیه. درسته، خب یه سختیایی هست، ولی از شما یاد گرفتم تسلیم نشم و خودمو نبازم. آفرین. باید مبارزه کنی. کدوممون مبارزه نکردیم؟ اما اگه یکم از بقیه کمک بگیری خوبه. نه مامان جون، ایگیت اصلا دلش نمیخواد از خانواده ما کمک بگیره. حقم داره، میخواد ثابت کنه به خاطر پول با من ازدواج نکرده. البته اگه دیدیم نشد، نمیتونیم، منم کار میکنم، به شوهرم کمک میکنم. چجوری میخوای کار کنی عزیزم؟ تازه ازدواج کردی، به علاوه مریضم هستی. مامان جون. باش. تو شرکت هم سهم داری، سهمتو میگیری. این روزای سختم میگذرونیم. نه من نمیخوام پولیو که حقم نیست بگیرم. باش عزیزم، باش. میخوام یه چیزی بپرسم. وسایلمو چه کار کردی؟ چه کار میتونم کرده باشم؟ همشونو نگه داشتم، همه چی تو بخچه گذاشتم، نگه داشتم. گفتم همشونو یه وقت میخوام. دوباره تو تنها شدیم ها؟ هر کسی را اگه قبول کنیم ما برگشتیم به خونمون. وای چقدر خوشحال شدم، خوش اومد.
عزیز دلم، خوشگلم، حالت خوبه؟ چطوری همه؟ خوبم عزیزم، خیلی خوبم. میکنی. آره ایگیت گفت کاش خونتونه نمیفروختی. خونه خونه است دیگه دخترم، اینجا میشه زندگی کرد کنار هم. ولی خودمون یه فکری براش میکردیم. یعنی ما جز خودمونی که میگی نیستیم؟ مگه میشه؟ اتفاقا بیشتر از همه هستیم. منور نرو همه جون منور. حالا چطوره؟ خوبی؟ همه جون منور خیلی خوب جون، خیلی خوب، آروم باش، تمام شد، داشتی خواب میدیدی. علی عمر تو برو بخواب، من پیشش میمونم. مطمئنی؟ عمه جون چیزی نبود، داشتی خواب میدیدی، خودتو ناراحت نکن. اگه چیزی شد منو بیدار کن. باشه، آروم باشیم، بخوابید امیت خانم، من الان گلگاف زبون دم میکنم. منور دختر عزیزم جان. چقدر کوچولو بوده؟ 8 سالش بود وقتی این عکسو گرفت. فکر کنم 2 روز بعدش بود که دخترم مریض شد، سرخک گرفت، خیلی تب کرد اون داشت از تب میسوخت، منم دلم داشت کباب میشد. دختر عزیز، دختر خوشگل من، الان داره چیکار میکنه؟ دختر قشنگ. پسرم یلماز خان خونه است؟ بله خونه است، بفرمایید. آه
چی شده همیت؟ چت شده؟ مریضی؟ نه ایلماس خان، خوبه، نگران نباش. فقط این قصه داره منو میکشه. بیا بشین ببینم. بیا. خب باز چی شده؟ تعریف کن ببینم. حق با تو بود ایلماس خان، حق با تو. حالا دیگه تمامه. اتفاقایی که داره میفته برام آزار دهنده شده. انگار همونطور که تو گفتی، آدم بعد از یه سنی دنبال آرامش. خب من دیروز رفتم پیش منور. خبر دارم، خیلی خوشحال شد. یه جان بهم زنگ زد، بهش چیزی نگفتم، اما میدونی خیلی ضعیف شده. مریضم بود، خونش رو دیدم، اصلا شبیه خونه نیست یلماس خان. همیه، تو رو خدا بس کن، اومدی عیب و اراده رو بگی؟ آه نه یلماس خان نه، اما بعد از اینکه حال روزش رو دیدم، انگار عذاب جهنم رو میکشم. تا صبح خوابم نبرد، انگار رو سنگ خوابیده بودم. اون خونه کوچیک انگار مثل آتش جهنم بود. وقتی مشکلات و بدبختی های دخترم رو دیدم، انگار دنیا رو سرم خراب شد یلماس خان. تو رو خدا پاشو برو پیشش، برو باهاش حرف بزن. اگه من چیزی بگم لج میکنه، میدونم قبول نمیکنه، اما حرف تو رو قبول میکنه. دوست داره. به خدا تو رو خدا پاشو بگو بیاد، بگو پاشه بیاد خونم، شوهرشم بیاره، من به همه چی راضی. یه اتاق بهشون میدیم، با هم زندگی میکنیم. قسم میخورم تو هیچ کارشون دخالت نمیکنم. میدونم الان داری به چیا فکر میکنی. من فقط یه هدف دارم یلماس خان، دختر عزیزم کناره خودم باشه، جلوی چشمم باشه، چیز دیگه ایم نمیخوام. شما بیاین. پسرتم بیار. ببین علی عمرم پیش ما میمونه، بازم مثل قبل میشیم. خواهش میکنم، من دیگه نمیتونم تحمل کنم. لطفا مثل قبل یه خانواده یه پر جمعیت میشیم. خواهش میکنم. پسر عزیز من نترس، شبا میدوام میام پیشت، نمیذارم بدون شیر بمونی که. همسر خوشگل من کجاست؟ اوه،
میبینم که باز پیش بزرگترین رقیبم هستی. یعنی به این بچه کوچولو حسادت میکنی؟ صابونه حاضره، اما رو ندیدم. تو میدونی کجاست؟ قرار بود بره خونه با یلماز خان حرف بزنه. پس داره خانواده رو دوره هم جمع میکنه. جوجه خوشگله، چی کار میکنی؟ بزرگ شدی؟ آره؟ از قول و قرارمون با علی عمر خان خبر داریم؟ بله بله خبر داریم، همه چیو گفت. منم یه یاداوری میکنم، تا اونجایی که فهمیدم کاری به خونه ما و حیات ندارین، درسته؟ در ضمن مسئولیت نظافت همه چیز با منه. شما هم هر کیو میخوای بیاری بیار، از پسش برمیام. فکر کنم یه سوء تفاهمی پیش اومده. میتونین تو خونه بمونین، حتی تو زمستونم هر جور میخواین از حیات استفاده کنین، ولی تابستونا اونجا رو برای مشتریا باز میکنم. ضمناً در مورد کار دست جمعی هم یه مسائلی رو روشن کنم. من برای اینجا یه گروه کاملا حرفه‌ای میارم. کار هتل اونجوری که فکر میکنین نیست، یه سازماندهی کاملا متفاوت و خاص میخواد. شما هر کسو میخوای بیار جونم، اما اینو یادآوری کنم، من زیر دست کسی کار نمیکنم. اگه اونا میخوان زیر دست من کار کنن مشکلی نیست. سلطان خانم، منظور منو متوجه نشدیم. من و شما با هم کار نمیکنیم. منظورم از این حرفا اینه که ارتباط بین من و شما سهمیه که بینمون تقسیم شده. حالا اگه جای دیگه ای برای زندگی کردن پیدا کنین ممنونتون میشم، چون از فردا در این خونه بسته میشه. برای اینکه بتونیم اینجا رو تو بهار باز کنیم، هرچه زودتر باید کارمون رو شروع کنیم. برای انجام تغییرات و آماده کردن اتاقا اصلا فرصت نداریم. فقط اینجا نیست، باید خونه پشتی رو هم زودتر خالی کنیم. برای اینکه با هتل هم خونی داشته باشه، اونجا رو هم باید یه تغییراتی بدیم.